کشور من به امید روزی که کودکی داشته باشم این عروسک های چوبی را با خود همراه می کنند. امروز این عروسک ها به تعداد زیاد تولید می شوند و به عنوان یکی از صنایع دستی و سوغات بومی به فروش می رسند و نقش آیینی آنها نسبت به گذشته کمرنگ شده است. ماتریوشکا مشهورترین عروسک روسی است و به فرمهای زنانه و جنس چوب ساخته می شود. این زنها بر اساس اندازه از کوچک بلکه نیز آنها را عروسک بابوشکا به معنی مادر بزرگ می دانند. تعداد این عروسک ها معمولا 5، 7 یا 9 عدد است. هر کدام از آنها از وسط به دو می شود. به جز عروسک آخری که از همه کوچکتر است و از توی یک تکه ساخته می شود. این عروسک ها با موضوعات مختلفی ساخته می شود. از جمله شخصیت های فرهنگی، مشاهی و جانورد. برخی این عروسک ها نشان همبستگی و کمک به یکدیگر پرطرفدارترین عروسک های جهان هستند. آنها با وجود کوچکی کارهای بزرگی انجام میدهند. بر همین اساس مادران چنانچه احساس میکردند فرزندشان از چیزی نگران است و به دلیل غمگین با کمی پارچه نخ و تکه کوچکی وجود دارند تا آن را زیر بالش خود بگذارند. کودک باید پیش از اینکه به خواب رود با عروسکش دعوا کند از مشکلاتش برای او. وقتی کودک به خواب رفت، مادر به آرامی عروسک را از زیر بالش او برمی‌دارد. صبح کودک از خواب بیدار می‌شود، دنبال عروسکش می‌گردد و مادر به او می‌گوید که آن عروسک همان قصه‌های تو را شنیده با خودش بود. مادران گواتمالایی با این عروسک را به کودکان خود می‌آموختند که اگر مشکلی دارند، باید آن را به زبان آورده و با کسی در میان بگذارند تا با این کار بار فشار و ناراحتی آنها سبک‌تر شود. چوبی و سوارکار لاکونیک نامیدند و نماد شهر کراکوف در لهستان است. این عروسک یک مرد مغول را سوار و اسب نشان میدهد که لباس قرمز و کلاه موتیف بر سر دارد. لاکونیک یادگار روزگاری است که سپاه مغول قصد حمله به لهستان را داشت. هنگامی که لشکر مغول به نزدیکی مرد لهستان میرسد، هوا به تاریکی است و به ناچار شب را اتراق میکنند تا فردا صبح به شهر حمله کنند. مردانی پس مشکن لهستانی که از جنگل برمیگشتند متوجه اتراق لشکر مقرم شدند و هنگامی که همه در باغ بودند مخفیان خود را به چادر کاتاخان سردار سپاه مقرم رساندند و او را کشتند و اسبش را برداشتند و باز سردار مقرم را پوشیده و بر اسب او اسم چشم گفته می شود و چنانچه کسی آرزوی داشته باشد آن عروسک را میخرد و یکی از چشمان آن را نقاشی میکند سپس آرزو میکند و تا زمان رسیدن به آرزوی چشم دیگر عروسک را رنگ باور بر این است که با این می‌شود برای رسیدن به آرزو و اهداف تلاش بیشتری کنید. چنانچه صاحب عروسک به آرزو و خواسته‌اش برسد، چشم دیگر عروسک را روشن می‌کند و آن را در خود می‌گذارد. فندوشکن یک عروسک تدریجی است که معمولاً تدریج کننده یک سرباز اسباب‌بازی است. فندوشکن عروسک کشور آلمان است و نخستین نمونه‌های آن در اواخر قرن 17 میلادی ساخته شدند. در فرهنگ مردم این عروسک رو کننده میرهای برد و سمبول خوششانسی است. همچنین در فرهنگ عامیانه آلمان این عروسک نگهبان و محافظ خانه هاست. نمونه های قدیمی این عروسک متحرک است و دهانش باز و بسته می شود. اما نمونه های امروزی متحرک نیستند و بیشتر شنبه تزئینی دارند. نمونه های قدیمی این عروسک به شکل سربازها با همیشه دستش برست و به هر شهر و روستایی که سفر می کنند حرفهای بسیاری برای گفتن دارد و همگان را شیفته خود میکنند. در هر شهر خواستگاران بسیار پیدا میکنند اما مربا با آنها جواب رد میدهند و شهر دیگری میرود تا برای مردمان دیگر استفادهاش را روایت کنند. اما باز هم افراد زیادی از او تقاضای ازدواج میکنند. او نیز مثل همیشه جواب رد میدهد. این عروسک مربوط به یکی از شخصیتهای افسانهای کشور ژاپن است. این شخصیت امپراتور جیموس نخستین امپراتور ژاپن فرمان فرمان اساطیری تو فرزند الهه خورشید است. به همین دلیل کشور ژاپن به سرزمین خورشید تابان می‌نامند. امپراتور جیمو جنگجوی قدرتمند و شجاع و بهترین کماندار و تیرانداز است. در نقاشی‌ها و عروسک‌هایی که بر اساس شخصیت او ساخته می‌شوند، او همواره کمانی بزرگ در دست دارد و پرنده‌ای که نشان شانس کاچینا از ریشه درختان و به شکل‌های متفاوتی ساخته شده و به عنوان هدیه به کودکان داده می‌شود. بنابر باور سرخپوستان این عروسک‌ها پیام‌آور بین انسان‌ها و دنیای ارواح است.
آنچ هست با همسر جودی که این دوتا به نمایش خیلی جالبی رو اجرا میکنن اول از کشور انگلستان فرانسوی برجه ها رو میبینیم برجه ها رو میبینیم که وقتی میکشین دست ها